محترم آقای وحید و ایسی رئیس عمومی بخش همکاریهای های اقتصادی وزارت امور خارجه افغانستان با ما هستند آقای ویسی سلام بر شما و سپاس از اینکه دعوت ما را به برنامه پذیرفتین ریکای شش بانچ روحیه و انرژی مثبت همکاری اقتصادی از جانب کشورهای همسایه بود خاتمه یافت برداشت شما به شکل بسیار خلاصه از این نشست و دستاوردش بر افغانستان چیست تشکر سلام به شما و تمام بیننده های عزیز رکای شش یک فرصت جدید را ایجاد می کند تایی که ما بعد از این که تحولات جدید در اروپا و امریکا از نگاه اقتصادی صورت می گیره و همچنان در آسیای مرکزی و آسیای شرق دور تحولات جدید اقتصادی در حال شکل گرفتن هستند و آسیای جنوبی اقتصادش به شکل مثبت پیش میره یک مرحله قرار می گیریم که چطور نقطه اتصال بین ازی تمام مراکز قدرت اقتصادی شویم و چطور لابی های را انجام بتیم تا بتانیم موقف افغانستان هم به یک شکل تعریف شود رکای شش هدف اساسی ازی جستجوی بدیل ها بود بدیل هایی که از نگاه تجارت و ترانزیت از نگاه مواصلات از نگاه منابع انرژی و همچنان مسائل مربوط به تجارت و بزنس بالا. چگونه این مسائل میتونه که موقف افغانستان رو تعریف کنه خب تمام کشورها به شمول ایران و پاکستان و تاجکستان روی اداس را و خط آهند تاکید کردن کشور روسیه روی کمک در عرصه مسکن سازی در افغانستان متحد شد و به نظر میرسه که ایای راه ابریشم و راه لاجاورد هم در زمره اهداف عمده کانفرانس بود ولی صحبت ها از ماه هاست و بلکه سال هاست که در افغانستان جریان داره و به دلیل عدم موجودیت امنیت تا کنون اقدامات جدی صورت نگرفته به نظر شما امنیت تا چه اندازه بحث ها را در ریکای شش تطول شوهای خود قرار داده بود؟ البته موضوع امنیت در بحث های اقتصادی و تجارتی توسعی قسم مطرح میشه که آیا امنیت باعث به میان آوردن رفای اقتصادی است و یا ای که رفای اقتصادی باعث از این میشه که امنیت تامین شود در رکای تمام موضوعات مربوط به توسعه اقتصادی و شرایط همکاری های ای بود راه را که شما بحث کردین اینا هرگاه صورت پروژههایی پروژه های که بحث شد مثل تپی مثل پروژه کاسا که حال ما در مرحله تطبیقش قرار داریم ده. در های رای پنج جانبه خطاهن موضوع خطا هر سه جانبه افغانستان ترکمنستان افغانستان تاجیکستان خود رای لاجورد چابهار اینا تمام مسائل هستن که یک قوی جدید و نیروی جدید در سطح منطقه مخصوصا برای افغانستان ایجاد میکنند بله. با اداس از پروژه های از در هر مرحله در هر بخش که است زمینه های کار، فرصت های کاری را ایجاد میکنه فکر میکنم بله. یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد تامین امنیت میشد ایجاد کار بله. نشست امروز نشست سام شاید یکی از مهمترین باشد تعهداتی که در توکیو و کنفرانس های جانی به افغانستان شد در بدل مبارزه با فساد داری فکر میکنن حکومت وعدت ملی در مقایسه با حکومت قبلی توانسته که قناعت جامعه جانی را در عرصه مبارزه با فساد داری را کنه یا حکومت برحال مبارزه جدی با فساد داری کرده یا خیر؟ um. نشست رکای شش و نشست سام امروز دو آجندای منطقی و آجندای داخلی و شرایط رابط بین المللی افغانستان مورد بحث قرار داد هم از عباد منطقی هم از نگاه مسئله بین المللی افغانستان ثابت ساخت که ها در بالای برنامه ها و اهداف را که پیش رو داره حاکمیت داره و در قسمت تامین موضوعات را که تعهد کرده با جامعه بین المللی صادق و وفادار است امروز بحثایی که صورت گرفت و برنامه هایی که مطرح شد گواه،, گواه از این موضوع بود که حکومت افغانستان حکومت وحدت ملی میتانه که در قسمت ایجاد فضای مساعد برای همکاری های درازمدت با جامعه جهانی متحد باشه بله ممنون سپاس از حضورتان در برنامه آقای ویسی و از تحلیلی که در قبال دو نشست مهم همزمان در کابل یعنی ریکای شست و سام بری بینندگان را تشکر از شما